خدا سلام بر وقتتون بخیر و برنامه این هفته گزارشات از من خبر هم خوش اومدین. در برنامه این هفته موضوعی را که انتخاب کردیم موضوع ورزشی است و خوشبختانه مهمان بسیار خوبی هم که در برنامه با ما هستن، یکی از قهرمانای بسیار خوب و نازنین ورزشی ما هستن و این مهمان عزیز ما محمود جان حیدری، مدال‌آور جهانی در بخش تکواندو هست. محمود جان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی به برنامه. سلام بهشتا جان، سلام با شما، سلام به همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما. بسیار سپاس محمود جان. از اینجا آغاز میکنیم که از آخرین تحول کلانی که در ورزش افغانستان رخ داد، هرچند خبرهای خوش هم داریم داشتیم در چند روز و یا هفته که گذشت، اما مشکل کلان را که متاسفانه ورزش افغانستان با اون مواجه شد، موضوع عدم اشتراک و یا محرومیت ورزشکارای ما از اشتراک در المپیک ژاپن بود به نسبت ویروس کرونا. مشکل اساسی را در چی میبینی خودت؟ چرا نتونستن مدیریت خوب بکنن؟ چرا همچین یک مشکل با وجود 4 سال آمادگی، 4 سال سرمایه گذاری بالای ورزشکارای عزیز ما، اما جدا از مسئله مالی را اگر فکر نکنیم، این ورزشکارا 4 سال زحمت کشیدن، آمادگی گرفتن و بالاخره خب متاسفانه اونا با ویروس آلوده شدن، اما جایگزین هم وجود نداشت. نظر خود در این مورد چیه؟ بزرگترین و عمده‌ترین عامل این فاجعه بزرگ که در ورزش افغانستان رخ داد که ورزشکارا به دلیل کرونایی شدنشان از مسابقات کسب سهمیه المپیک ژاپن باز ماندن، عمده‌ترین یا بزرگترین عامل ضعف مدیریتی در نهادهای اداره ورزش افغانستان هست، هم در فدراسیون مربوطهشان که تکواندو میشه و هم در کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان اداره ورزش افغانستان. دوستانی که در رأس هیئت رهبری ورزش افغانستان هستند و همچنان به فدراسیون تکواندو متاسفانه نتانستن که یک مدیریت سالم را داشته باشند و همچنان افراد و اشخاص کاردان و کارشناس و کارفهم نیستن، متاسفانه باعث شد که یک فاجعه برای ورزش افغانستان رخ بده که افغانستان نه تنها از بازی های المپیک از طریق کسب سهمیه باز بمانه، بلکه به دنیا ای روشن میشه یا به دنیا نشان داده میشه که افغانستان نمیتونه چند تیمی که برای المپیک قرار است بروه شرکت بکنه را با تمام امکاناتی که داره نمیتونه که این تیم را در یک فضای سالم، فضای صحی مدیریت بکنه، بالاخره این تیم با صحت سلامتی به مسابقات بفرسته. هم ضعف مدیریتی را نشان میده و هم نشانگر از این است که افراد و اشخاص کاردان و مسلکی در ورزش افغانستان وجود نداره. وقتی حرف از مدیریت درست میشه، به نظرتون بهترین راه و یا بهترین مدیریت را که اینا میتونستن بکنن در طول این 4 سال چی است؟ مخصوصا بعد از 1 سال یا 2 سال اخیره که ویروس کرونا هم جهان با او مواجه شد و احتمال از این که ورزشکارا با این ویروس آلوده شوند هم طبیعتاً باید مد نظر گرفته می شد و باید مد نظر می گرفتن. چرا در این اواخر از 2019، از اواخر 2019 که ویروس به وجود آمد و بعداً تا حالا که چند وقت پیش را که قرار شد که مسابقات به مسابقات المپیک اینا انتخاب شوند و برن اشتراک بکنند؟ همه دنیا با این ویروس دست پنجه نرم میکنن و یک تعداد
از کشورها مهارش کردند و شما بله میبینید که در اروپا بازی های فوتبال، لیگای فوتبال آغاز شده، هم ورزشکارا براحتی بدون از اینکه دیگه حراس از ویروس کرونا داشته باشند شرکت میکنن و هم تماشاگرای بسیار زیاده. الان فعلا اروپا دوباره به هیجان فوتبالیش و تماشاچیاش برگشته. افغانستان هم یک کشور استثنا یا مستثنا از این ویروس کرونا نبوده. اداره المپیک افغانستان و اداره ورزش افغانستان و فدراسیون باید برای این شرایط کرونایی برنامه خود می داشتن، مدیریت تریزی می کردن که چه نوع برنامه داشته باشیم، با کدام مدیریت بتانیم که کرونا را کنترل بکنیم، ورزشکارای خود کنترل بکنیم، برنامه خود داشته باشیم تا ما از دنیای ورزش عقب نمانیم. کمیته ملی المپیک افغانستان بر هیچ وظیفه دیگه جز آماده سازی ورزشکارای المپیکی یا رشته های المپیکی برای 4 سال دیگه نداره. یگانه وظیفهش یا بزرگترین وظیفهش همی است که برای 4 سال تمام برنامه ریزی شب داشته باشد، تمام انرژی قوت درونی و بیرونی شب برای آماده سازی هر چه بهتر تیم های المپیکی یا فدراسیون های المپیکی داشته باشه. فقط وظیفش امی است، بزرگترین وظیفش که متاسفانه نتونستن در انجام این وظیفه موفق باشند. نه تنها که در تکواندو فاجعه رخ داد که ما متاسفانه به نسبت کرونایی شدن نتونستیم شرکت کننده باشیم، بلکه در سایر رشته های ورزشی المپیکی که المپیک افغانستان وظیفشان ای بوده که اینا را آماده بسازد برای 4 سال تمام سرمایه گذاری را بکنه که بتانن با المپیک ژاپن یا هر المپیک دیگه راه پیدا بکنه. متاسفانه هیچ یکی از رشته‌های ورزشی نتونستن بر اساس شایستگی یا بر اساس کسب سهمیه رقابت برن به المپیک ژاپن، بلکه بر اساس کارت سفید یا کارت دعوت افغانستان در 5 رشته ورزشی شرکت کننده است. در گذشته در دوره المپیک گذشته ما بر اساس کسب سهمیه می رفتیم، یک چند ورزشکار حتی مدال گرفتیم. این نشانگر از این است که اینا در انجام وظایف خود ناکام ماندن و همچنان ورزش افغانستان به عقب برگشتاندن تا ای که به طرف جلو بره و این قابل تاسف است. بله، تفاوت سهمیه و تفاوت کارت سفید را که یاد کرده محمود جان، خودت گفتی که از طریق سهمیه ما متاسفانه محروم شدیم، ولی از طریق کارت سفید که ما هم شاهد بودیم بعدا تعدادی از ورزشکارای ما موفق شدن که این کارت را به دست بیارن. تفاوتش در چی هست؟ تفاوتش در این است که سهمیه برای مسابقات المپیک، راهیابی به مسابقات المپیک، ما 3 نوع راه را پیش روی داریم. یک راهش این است که در طول 4 ساله که از این المپیک به المپیک دیگه فرصت داریم، ورزشکارا در رقابت های مختلف ورزشی دنیا شرکت بکنن، مدال کسب بکنن و امتیاز جمع بکنن و امتیازشان در طول 4 سال امو امتیاز باشه که میتونه که مستقیم از طریق رنکینگ دعوت شون مستقیم. یک راه. راه دومش این است که در آستانه برگزاری المپیک باز مسابقات کسب سهمیه در قاره‌های مختلف برگزار میشه. در 5 قاره جهان مسابقات کسب سهمیه برگزار میشه و هر کشوری در قاره خودش میره بر رقابت. اگر بتونه در قاره خودش در مسابقات کسب سهمیه نفر اول و دوم شود، مدال طلا یا نقره را بگیره، مستقیما به المپیک دعوت میشه. این بر اساس کسب سهمیه شد رقابتی. در صورتی که از رنکینگ توسط رنکینگ نتونن در طول 4 سال امتیاز جمع کنن، در صورتی که در انتخاب مسابقات انتخابی کسب سهمیه نتونن سهمیه بکنن، باز از طریق وایلد کارت که کمیته ملی المپیک در هر رشته، در رشته تکواندو 4 کارت داره و تمام دنیا و 100 چند کشور 4 کارت است. باز تقاضا میکنن هر کشور برای خودش وایلد کارت داشته باشه
باز کمیته ملی المپیک جهان میبینه که کدام کشور مثلا ضعیفترین کشور است از بله نگاه تکنیکی و تکتیکی، یا بالاخره مستحق است بر از او کارت تعلق میده. باز این کارت سفید دادن نشانگر از این است که امو کشورها نتوانست امو آمادگی خود داشته باشه، یعنی به یک نحو قابل، یعنی اکثریت کشورها راضی به گرفتن وایلد کارت نیستن، به یک نحو وایلد کارت گرفتن تحقیرآمیز برای خود میدانند. آها با خاطر بسیاری کشورها تلاش میکنن از طریق سهمیه برن به المپیک، وایلد کارت به این طریق تعلق میگیره. اما کسایی که وایلد کارت میگیرن تا کسب سهمیه، تفاوتشان دمی است که کسایی که از طریق سهمیه میرن بیشتر رقابت کننده می باشند، یعنی کسایی هستند که واقعا آمادگی دارند و برای نتیجه گرفتن در المپیک بالاشان حساب میشه. اما کارت سفید که برایشان داده میشه به این معناست که میخواهند که یکی از کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک باشند. اینا کسایی هستند که توانایی نداشتند، اما ما برشان کارت بدهیم حالا حضور داشته باشند، یعنی شرکت کننده بیشتر به طرفشان دیده میشه تا ای که رقابت بسیار کننده خوب. باشند. و این کارت سفید آیا تاثیر میگذاره باز برای بعدن، برای 4 سال بعد المپیک آل افغانستان و یا هر کشوری که این کارت سفید را بگیره، تاثیر مثبت میگذاره، تاثیر منفی میگذاره یا هیچ تاثیر گذار نیست؟ و بعدن هم باز افغانستان حالا که کارت سفید گرفته میتونه به راحتی اشتراک بکنه در المپیک 4 سال بعد یا خیر؟ کارت سفید فقط برای اشتراک در المپیک پیش روی است. مثلا ما تا یکی دو ماه دیگه که بازی های المپیک برگزار میشه، هر کسی کارت گرفت او بازی ها شرکت میکنه. بعد از اون که از مسابقات بازی المپیک تمام شد، دیگه کارت تمام است. تا 4 سال آینده بعد تو همون برنامه‌ای که پیش روی است، همون سه راهی را که برای رفتن به المپیک 4 سال بعد داری، بعد او راه را طی بکنی، بر از او برنامه داشته باشی. میتونه که مثلا در یک کشور در المپیک حضورش نشان بده، بیرقش در اوج حضور داشته باشه، کشورش حضور داشته باشه. اگر برنامه قوی هم داشته باشه و کشور، میتونه نتیجه هم بگیره که باعث افتخار شود. اما برای افغانستان متاسفانه من فکر نمی کنم که افغانستان در بازی های المپیک 2021 با این برنامه هایی که در 4 سال ازشان دیدیم متاسفانه نتیجه بتانه بگیره. ما امیدوار هستیم، دعا میکنیم، اما چیزی که ما پیش بینی میکنیم، اما علم ورزش یا تجارب ورزشی ما قد میده، ما میفهمیم که نتیجه گرفتن در بازی های پیشوری با این برنامه، با این تدابیری که داشتن، قطعا ناممکن خواهد بود. انتقاد زیادی را که ما در یه اواخر شاهد هستیم از طرف ورزشکارای عزیزی که صورت میگیره بالای کمیته ملی المپیک و همچنان سایر نهادهای ورزشی، از جمله خودت هم که یکی از منتقدان سخت این نهادهای ورزشی هستی و کسایی که در رأس قرار دارن، با توجه به تجربه ای را که از گذشته ها از سالای 2000 ممکن به این طرف خودت داری، رئیس هایی که برای نهادهای ورزشی انتخاب میشن، اینا بر چه اساس و بر چه معیار انتخاب میشن؟ کسانی که در رأس اداره ورزش افغانستان که ریاست تربیت بدنی است قرار میگیرند، از جانب ریاست جمهوری مستقیما انتصاب میشن و به ورزش افغانستان مقرر میشن. این که چی معیاره، چی مکانیزمی برای مقرری این رؤسای محترم دارن را ما دقیقا نمیدانم، شاید هیچ کسی نفهمه. بیشتر انتخابای سیاسی است، انتصابای سیاسی است. بیشتر کسایی که در ورزش افغانستان در حال حاضر هم هستند تعلقات سیاسی دارند، اما ورزش باید از انتخاب های سیاسی و سلیقه‌ای بیرون شود، به طرف انتخاب های حرفه‌ای و تخصصی برگرده. چون ورزش یک اداره است که افراد و اشخاص را می طلبه، و بر علاوه که یک مدیر مدبر باشه، باید یک شخصیت حرفه‌ای ورزشی باشه، و خصوص از خاندان ورزشکار باشه، که بتانه ورزش را به طرف
مدیریت درست سوق بده و بتانه که نیازهای ورزشکار و ورزش را درک بکنه و بر از او برنامه داشته باشه و برنامه خود پیگیری بکنه. بله متاسفانه افراد فعلی در ورزش افغانستان این ویژگی های یک رهبری را ندارند، نه مدیر خوب هستند، نه افراد و اشخاصی هستند که کادرهای ورزشی و گذشته ورزشی خوب داشته باشند. اینا بله بیشتر مدیران نشسته در اتاق میتونیم برای بگوییم که اینا فقط همچون مدیران هستند که متاسفانه ما شاهد بسیار اعتراضات مسالمت آمیز ورزشکارا ما بودیم، ما هستیم و تلاش کردیم، اما متاسفانه صدا کمتر شنیده میشه. بله شاید یکی از دلیلشی باشه که ورزش هنوز هم بر دولت افغانستان به مسابقه یک کلک ششم است، یا هنوز هم او توجهی که لازم باشه او توجه را برشان نداره، حمایتی که لازم باشه نمی کنه. یک دلیلش است. و دلیل دومش محکم بودن روابط خود اداره فعلی ورزش با ریاست جمهوری که شاید از شخصهای مورد اعتبارشان باشه، تمام امو اعتراضات و خواستای بر حق ورزشکاران را مهار میکنن و هیچ نوع تاثیر بر تغییر و تبدیل در رأس رهبری ورزش افغانستان به وجود نمیاد. در نهایت با این بی‌توجهی ها و این ارتباطات قوی امی رهبری ورزش افغانستان با ریاست جمهوری منجر به این میشه که اینا به کرسی ها شما باقی بمانند و ورزش افغانستان با فاجعه های سقوط و فاجعه های عقب ماندگی مواجه شود. آها بله و تمام بیشتر کارهای مؤسسه از این آها بفرمایید بیشتر کارهای اداره ورزش افغانستان هم کارهای نمایشی است، نه کارهای واقعی. تا در 4 سال من از این اداره ورزش افغانستان به مسابقه یک ورزشکار بیشتر کارهای نمایشی رو دیدم. نمایشی کارهایی که چگونه؟ هدفتان از نمایشی چه هست؟ فقط در حد کارهای فیسبوکی، رسانه‌ای و جلب توجه مردم به طرف از اینکه ما فعالیت میکنیم، در حالی که در فعالیتاشان هیچ چیز واقعی دیده نمیشه، کارهای بنیادی و اساسی دیده نمیشه. و این کارهای نمایشی نمیتونه که برای ورزش افغانستان کمک بکنه و آینده دار باشه. ما خواهش مایی هست که کارها باید واقعی باشد. کارهای واقعی نیاز به برنامه ریزی دارد، نیاز به پیگیری دارد، نیاز به ازی دارد که افراد و اشخاص باشد که تعقیب بکنند که بتانند دستاورد خوب برای ورزش افغانستان داشته باشند. ما کارهای نمایشی زمان میگیم که مثلا اینجا من چند تصویر دارم بله شما ببینید، مثلا ما بر شما هم بفرستم میشه با شما خوبتر هم چیز بکنیم. مثلا این تیم تکواندو است، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون تکواندو بله. یا هم همچنان اعضای تیم ورزشکارای هستن که با المپیک میرفتن. ببینید در شرایط کرونایی اینا دست میتن قول میتن عکسای فیسبوکی میگیرن. یک روز قبل از رفتن به اردن یه هم تصویر بعدی، تمام ورزشکارا و هیئت رهبری کمیته ملی المپیک، اداره ورزش و فدراسیون تکواندو به خاطر از اینکه نمایش بدن که ما فعالیت میکنیم این چند تا عکس فیسبوکی میگیرن، بدون از اینکه در نظر داشته باشن شرایط کرونا هیچ، فاصله نیست، ماسک نیست، دستکش نیست، اون عکس گرفتن. بعد از امی برنامه به مسابقات رفتن و تستشان مثبت شد. این کارها به اون خاطر میگم نمایشی است، کار بنیادی و اساسی است که در مورد یک شرایط شما باید هیچ با هم دیگر نبینین و اگر میبینین در فاصله های اجتماعی خوب با ماسک با دستکش، چون شرایط هم بهتر است. کار باید واقعی باشه نه نمایشی. شما نمایشتان دادیم به فیسبوک ها پخش شد، به رسانه ها پخش شد که نه تکواندوکارا ورزشکارا با المپیک دیدن، هیئت رهبری استقبالشان کرد و خداحافظی کرد، اینا با ورزشکارا به طرف کسب سمیه رفتن، اما در روز نتایج تستشان یک به یک روز به روز با از همشان مثبت شد. بله. کار نمایشی، این کار ما منظور ما هست. آها بسیار خوب. من جان موضوعی را که خودتم اشاره کردی که رئیس در مورد رؤسا رؤسای فدراسیون ها که از طرف ریاست جمهوری انتخاب نمیشن، انتخاب نمیشن، اما
چرا اینا افراد مسلکی در رأس سپرسیون ها قرار ندارن؟ اگر دارن چرا در صورتی که خودشان هم افراد مسلکی یا متخصص ورزش هستن چرا یک برنامه خوب برای ورزش ندارن؟ در گذشته ها هم زمانی که به طور مثال شما مدان آوردیم، زمانی که روحلاجان میکپا یا نثار احمدجان باوی و یا سایر ورزشکارای ما فعلا متاسفانه نامشان به خاطر میر، تعداد زیاد از ورزشکارا و قهرمانایی را ما داریم که در گذشته ها مدان آور بودن به سطح جهانی و افغانستان. اون زمانم رئیس عمومی از طرف ریاست جمهوری انتخاب میشد، اما رؤسای پایین تر که طبعا از طریق انتخابات اینا راه میافتن و کرسی ریاست، چرا در اون زمان چه برنامه هایی بود، چه تفاوت وجود داشت و چه تفاوت یا وجود داره از حال نسبت به گذشته که در اون زمان ما میتونستیم و تانستیم که مدال بیاریم به افغانستان، اما حالا در حد ضعف مدیریت هست، در حد ضعیف هست که حتی گزینه های بیوسی نداریم برای یک رقابت کلان در سطح المپیک. من اشاره مستقیم به فدراسیون تکواندو میکنم چون خودم یک تکواندو کار هستم و در فدراسیون تکواندو از سال 2004 تا 2018 را بودیم، در حدود 13 تا 14 15 ساله. بیشتر مثال هایم تکواندویی است. از سال 2004 یا 3 به این طرف تا سال 2010 را رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان استاد ربانی بودن. استاد ربانی یک شخصیت ملی بود، یک شخص بود که خودش یک تکواندوکار بسیار خوب گذشته خوب داشتن، تانستن برنامه های بسیار قوی را تریزی بکنن و همچنان یک مربی کوریایی را با خود داشته باشند و تکواندو را به چشم همه شمول و سرتاسری ببینن. یک دید ملی در تکواندو افغانستان داشتن و برای دیدشان برنامه ریزی و زحمت فراوان کشیدن. همچنان یک هماهنگی بسیار خوب با اداره ورزش افغانستان داشتند. روی برنامه بسیار سالانه خود کار میکردن، روی برنامه 4 ساله خود کار میکردن، روی برنامه داخلی و بیرونی خود اینا تر داشتن. ما در زمانی که ما بودیم تکواندوی افغانستان در یک مسابقه که ما در کابل برگزار میکردیم بیشتر از 1000 شرکت کننده بود و بیشتر از هزاران نفر تماشاچی بود. همچنین در بخش بانوان هم همین شکل، ما مثلا مسابقه های لیگ داشتیم، مسابقه های نوجوانان، جوانان، ملی بانوان داشتیم. من خودم یادم میاد که زمانی که مسابقات لیگ بانوان میشد ما میرفتیم با ایسه بچه هایی که در تیم بودیم تماشا میکردیم مسابقه های بانوان هم که تکواندوی بانوان افغانستان در چه سطح است، چون اینا هم باز جز تیم ما میشدن، یک تیم بانوان در کنار ما میدیدیم که چه هیجان هیاهوی در تکواندوی بانوان است. مثلا در میدان مسابقه تعداد شرکت کنندگان بسیار زیاد است و همچنان تعداد تماشاچی ها در جمنازون 2000 نفری که در تربیت بدنی افغانستان هست به حد بیروبار می بود از خانما که ما مثلا وقتی می رفتیم ما هم جز تماشاچی ها باشیم در اون جایگاهی که برای تماشاچی ها بود برای ما جای پیدا نمی شد، کلن خانما و دختر خانما را می دیدیم، باز ما تقاضا می کردیم از فدراسیون که ما را در گوشه از میدان مسابقه چوکی بر ما اجازه باشه بشینیم چون بالا کل خانما و جایی برای آقایان نیست. یک هیجان بود، یک هیاهوی در تکواندو بود و کلش از اثر یک مدیریت سالم که در افغانستان وجود داشت ما تانستیم که مثلا استعدادهای مختلف را از میان هزاران استعداد ارزیابی بکنیم، انتخاب بکنیم در بخش خانم ها، در بخش آقایان، از نژادهای مختلف، اقوام مختلف، هیچ رنگ و پوست و نژاد و قوم برای ریاست صادربانی مهم نبود، ترکیب کلش بر اساس شایستگی می آمدن و نتایج بسیار خوب از دنیا ما گرفتیم، جایگاه هفتم جهان کسب کردیم و مدال‌های رنگارنگ. اما بعد از 2010 که استاد ربانی از ریاست فدراسیون تکواندو کنار رفتن و به نسبت بعضی مشکلات ریاست دیگه آمد
بدبختی تکواندو افغانستان آغاز شد با دیدگاه هایی که تفاوت دیدگاه و برخوردار در ایجاد شد. دیدگاه دیدگاه ملی نبود، دیدگاه بیشتر انجمنی بود، کلپی بود، شخصی بود و کاملا شخصی شده بود. دیدگاه برای 5 سال تا سال 2015 ما با یک ریاست ناکام دیگه مواجه شدیم که برنامه های کوچک و فکرهای کوچکشان منجر به شد که تکواندو بسیار عقبانه از سطح مسابقات بیرونی و داخلی کمیت کم شوه، کیفیت کم شوه. متاسفانه باز در سال 2015 تصمیم به گرفته شد با یک انقلاب، با یک خیمه تحسنی فدراسیون برحال کنار رفته شد، یک فدراسیون دیگه به ریاست فدراسیون فیلیپ آمد که متاسفانه این فدراسیون هم دیدشان دید کوچک و غیر ملی بود و اینا از فدراسیون قبلی که از 2010 آمدن بدتر برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی کردن، دیدشان دید قومی و کلپی شد. متاسفانه هم باز هم تکواندو عقب ماند. این تفاوت دیدگاه و نداشتن برنامه با فدراسیون 2004 تا 10 و بعد از 2010 تا حال همین دو نظر است که باعث عقب ماندگی شدن. اینا دیدشان کوچک و ملی و ملی نیست و به انجمن و کلبشان و دوستای نزدیکشان فکر میکنن. فدراسیون قبلی برنامه ملی و دید ملی داشت، تفاوتشان نبود بود. اونا دستاوردهای بزرگ داشتن و فعلا دستاوردهای خوبی در تکواندو یعنی در کل افغانستان. اگر یک جنبندی از این حرفایتون داشته باشیم، ورزش و مخصوصا به گفته شما که فوکس زیاد بالای تکواندو در صحبتهای داشتیم، شما به جای پیشرفت عقبگرد داشتیم. دقیقا ما به جای پیشرفت عقبگرد داشتیم. مثلا تکواندو افغانستان در هفته گذشته تانست اساسی ها مدال بگیره. یعنی ما با فدراسیون جدید که آمد روی کار 7 سال متواتر زحمت کشیدن، در 7 سال تانستان مثلا دوباره ما در 7 سال قبل ما از آسیا مدال گرفته بودیم که من یکی از اون مدالستا بودم. در سال 2014 من و نیکا مدال از آسیا گرفتیم، قهرمانی آسیا در ازبکستان تاشکند. یعنی از 2014 که فدراسیون و دست فدراسیون فعلی افتاده تا حال در تمام رویدادها شرکت کردن، در چند مسابقه آسیایی شرکت کردن و مسابقه متعدد نتانسته بودن نتیجه بگیرن. بعد از 7 سال موفق شدن که دوباره از آسیا مدال بگیرن. این نشان میده که در طول 7 سال یعنی ما تانستیم دوباره جایگاه خود در آسیا ثابت بسازیم، دوباره مدال بگیریم و مدال خوبتر هم بگیریم. یعنی با 7 سال گرفتن از تکرار مدال آسیایی و یک مدال طلا دیگه کار بسیار بزرگ نیست. ما باید بسیار دستاوردهای بزرگتر از این می داشتیم. آها بسیار خوب. و در مورد خودت هم دوست دارم بدارم همه و هم بینندگان عزیز که ممکن سوال نزد همه باشه، خودت هم از جمله قهرمانای جهان و یا از جمله قهرمانای بسیار خوب و مطرح افغانستان در بخش تکواندو بودی و هستی، اما از یکی یا دو سال اشتباه اگر نکنم از ورزش، از مسابقات کنارگیری کردی و یا کمرنگ شد از کارهای ورزشی و بیشتر رو آوردی به فعالیت‌های سیاسی. دلیلش چی است؟ ما دلیل عمدهش همی است که ما در سال 2018 از تکواندو افغانستان کنار رفتم و دلیلشان فقط همین بود که هیئت رهبری و ورزش افغانستان و همچنان فدراسیون تکواندو افغانستان کارهای سلیقه‌ای و شخصی میکنه، بی برنامگی دست در فدراسیون تکواندو افغانستان و ما داریم انرژی خود به یک نحو بیجا مصرف میکنیم، انرژی ما ضایع میشه، در رویدادهای مختلف شرکت میکنیم نتیجه نمیگیریم و حق بیت المال، مصرف بیت المال بالای ما در هر مسابقه میشه، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000 دلار در هر مسابقه با بالای ما مصرف میشه، اما ما نتیجه نمیگیریم و دلیلش این است که فدراسیون تکواندو بی برنامه است و ما در این بی برنامگی غرق شدیم و تاثیر بالای ما گذاشته. ما در آخرین رویداد که خودم انصراف دادم در حالی که کاندید مستقیم بودم بر اساس شایستگی خودم، مسابقات جهانی بود، قهرمانی جهان بود بله. که من به
خواست خودم از فدراسیون تکواندو در یک جلسه تکنیکی که نشسته بودیم، ما گفتم تا زمانی که شما تغییرات اساسی در رهبریتان نبیارین، در مدیریتتان نبیارین، در برنامه فنیتان نبیارین، دیگه ما حاضر نیستم برای مسابقه به هیچ کشور برم، چون ما میدانم که ما همه ما بی نتیجه همیشه برمیگردیم و این بی نتیجگی برای ما، مثلا که کسایی هستیم که مدال های جهانی آسیایی و بین المللی زیاد داریم، مردم با ما آشنا هستن، برای ما مسئولیت است. ما در مسابقه بریم ببازیم برگردیم، بریم ببازیم برگردیم، مردم سوال میکنن که چی شده، اینا پیر شدن یا تعال توانایی هاشان کم شده، ما زیر سوال میریم و این سوال ما و مردم اگه پاسخ بدیم که در فدراسیون مدیریت نیست، شما برنامه نداریم، مربی هم هماهنگی نداره، یکتان میگین مثلا در جریان مسابقه دو تا مربی هستین، یکتان میگین چپ بزن، دیگه صدا میکنین راست بزن، شما با هم دیگه اصلا هماهنگی ندارین، تمریناتتان مدرن نیست، بسیار گپایی که ما داشتم و گفتم من انصراف میدم از مسابقات جهانی، خودم انصراف دادم و شروع کردم فعالیت های خودم برای اصلاح اداره ورزش کمیوکاسیا وجود داره و همچنان برای فدراسیون تکواندو. مثلا ما در طول 15 ساله که در ورزش افغانستان بودم 1000 افغانی همیشه ماش گرفتیم، با وجودی که در وقتی که نو در تیم هم آمدم هیچ مدالست بیرونی هم نبودم 1000 میگرفتم، وقتی قهرمان جهان و بین المللی و مدال های متعدد رو برای افغانستان گرفتم باز هم 1000 افغانی ماش میگرفتم، هیچ نو امکانات مجازات مکافات در ورزش افغانستان ندیدم. بالاخره تصمیم گرفتم که یکسان است. بله بله بله، تصمیم من شخصا به این شد که از یک راه دیگر برای ورزش افغانستان خدمت بکنم و او رایی باشه که مثلا تغییرات اساسی در قانون ورزش، در اداره ورزش بیا، همچنان در فدراسیون تکواندو مثلا ما در قانون ورزش کار بکنیم، بتانیم امتیازات مشخص برای ورزشکارا داشته باشیم، معاش مشخص داشته باشیم، اگر زور افغانی خود نمیشه و همچنان برای کسایی که مدال میارن از بیرون، مدال های متعدد در ازیو امتیازات مکافات مشخص تعیین شود، جایگاه قهرمان در جامعه در میان دولت مشخص باشه، ارزش ورزشکار اینا بالا از یا کار شود، گفتم بهتر است، چون خودم در این دردا را کشیده بودم. همچنان فدراسیون ها را مسلکی تر بسازیم، کادرهای ورزیده بیا، بالا از این دو سال تا سه سال از کار میکنیم و خوشبختانه اگر تأثیر در تغییرات و تبدیلات نداشته، اما از لحاظ ذهنی ما تانستیم که جامعه ورزشی را متوجه بسیار مسائل فنی بسازیم، علاقمندان مردم و رسانه را متوجه تک تک مسائل ورزشی بسازیم که امروز یکم روشن‌تر هستن نسبت به گذشته. بسیار خوب. و در آخرم کوتاه میشه در مورد از این بگی که دلیل انصراف هم گفتی که به چی دلیل، اگر این مشکلات حل شود دوباره برخواب گشتی به فدراسیون تکواندو افغانستان و همچنان با وجود تمام مشکلات را که ورزش و بخش تکواندو داره، چقدر امیدوار هستی به آینده ایرشتی ورزشی و در کل ورزش افغانستان؟ خب اگر من دوباره بخوایم به ورزش تکواندو روی بیارم، زمان میگیره که دوباره من آمادگی خود به او اوجی که قبلا داشتم داشته باشم، در حدود 1 سال 2 سال زمان یا حتی بیشتر از او میگیره. من فکر میکنم اگر من بتانم موفق شم در کارهای خود که تغییر رهبری ورزش افغانستان باشه و تغییر رهبری فدراسیون تکواندو، ما با یک تیم بسیار قوی بیایم در بخش مدیریت ورزش تکواندو و حتی در ورزش اداره ورزش، بیشتر حالا میتونیم مؤثر باشیم برای جامعه ورزشی، برای قهرمانای نوظهور، برای نسل نوین و نسل آینده، زمینا را انوارتر بکنیم، از تجاربی که داریم، از دانشی که داریم استفاده بکنیم، بالاخره چی در میدان مسابقه باشم برای مردم خود خدمت میکنم، چی در میدان مدیریت میدانهای ورزشی هم باشم خدمت است. من فکر میکنم بیشتر در مدیریت ورزش بیایم، بیشتر حالا میتونم خدمت بکنم، چی حالا برای مردم خود من دروغ بگم که دوباره به ورزش من روی میارم به قهرمانی خود، در حالی که بسیار سخت از دوباره و جایگاه قبلی و آمادگی قبلی خود من به دست بیارم و ای زمان میگیره و او زمانم بسیار زیاد است، پیش میتونم که در بخش های مختلف برای ورزش افغانستان، ورزشکار افغانستان و ملت افغانستان خدمت بکنم. بسیار و با آینده ورزش هم انشالله که امیدوار هستیم.
برای آینده ورزش در صورت که مسلکی تر شود، فنی تر شود، افراد و اشخاص در رهبری ورزش افغانستان بر اساس شایستگی ورزشیشان بیایند، بله ما امیدوار هستم، بله در اگر با همی روند، با همی اداره، با همی تشکیلات پیش برند، متاسفانه هیچ امیدوار نیستم. بسیار تشکر محمود جان حیدری، مدال‌آور جهانی در بخش تکواندو، از اینکه در برنامه اشتراک کردی و دعوت ما را پذیرفتی. تشکر از شما خانم بهشته، بسیار زیاد تشکر. ممنونتان. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزاری میکنیم تا برنامه بعدی و موضوعات جدید در برنامه شما را به خدا من میسپاریم. اوقاتتان خوش، خدا نگهدارتان.